آیا با برگزاری رفراندوم در ایران موافقید؟ از سال 57 که در ایران جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت الله خمینی سر کار آمد، روز به روز عرصه و شرایط برای مردم تنگتر و تنگتر شد. انقلابی که آغازی خونین داشت، دهه 60 و هزاران هزار کشته، انسانهایی که هنوز با گذشت بیش از 3 دهه محل دفن اونها مشخص نیست. نزدیک به 40 سال از انقلاب 57 میگذره و مردمی که روز به روز ناراضی تر میشن، اما اونها حق تغییر ندارند. اونها ملزم هستن به تحمل کردن، چرا که حاکمان ایران خودشون رو نمایندگان خدا بر زمین میدونن. کوی دانشگاه 78 و مردمی که به خیابون اومدن، سرکوب شدن، بازداشت شدن و برخی هم جونشون رو از دست دادن. و البته بودن کسانی نظیر سعید زینالی که با گذشت 19 سال هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی داشتن. حوادث انتخابات 88 و مردمی که بار دیگر به خیابان آمدن، اونها هم سرکوب شدن، بازداشت شدن و باز جوانهایی که خونشون ریخته شد. خیلی ها در این سال 88 کهریزکی شدن، خیلی ها با ماشین زیر گرفته شدن و البته خیلی ها هم که در زندان جان باختن. سال 96، همین چند روز پیش، باز هم مردم به خیابون اومدن و خواسته ای داشتن، تغییر و رسیدن به نظامی که مورد نظر اونها باشه. باز هم سرکوب، بازداشت و مرگ. سال هاست که سزای هر اعتراضی در ایران همین روایت است که خوانده شد: سرکوب، بازداشت و مرگ. مردم بحرین حق دارند. اشتباه میکنند، با مردم مواجه میشم، فایده ای ندارد. خب ممکنه شما یک فشاری بیارید، وحشیگری بکنید، یه چند زباهی آتشی رو خاموش کنید، لکن خاموش نخواهد شد که. روز به روز عقده های مردم رو بیشتر، غیظ اونها رو شدیدتر خواهید کرد. یک وقت اونچنان زمام کار از دستون در خواهد رفت که دیگه هیچ جوری نشود بخیه زد. اشتباه میکنن. سال هاست که حق اعتراض فقط برای فلسطین، سوریه، لبنان، بحرین، یمن، میانمار. سال هاست که کسی به فکر رفاه و آسایش مردم ایران نیست. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. بله، دقیقا مسئله همینجاست. اما این پرسش به میان میاد که چرا این حق شما بود که برای سرنوشت خودتون تصمیم بگیرید، اما جوانان امروز مجبور به تحمل تصمیم شما هستند. امروز هم نزدیک به 4 دهه گذشته و نسل ما، همسن و سالهای من، خواستار تغییر هستند. نسل ما هم میخواد که خودش برای سرنوشت خودش تصمیم بگیره. خلخال بریم آقای اردشیر از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای اردشیر، آیا با برگزاری رفراندوم موافق هستید یا خیر؟ اگر رأی بدید رأی شما چیه و دلیلتون رو هم میشنویم. عرض میکنم من 100% با برگزاری رفراندوم در ایران موافقم و مطمئنم اگر رفراندومی صورت بگیره اینها هیچ رأیی در بین ملت ندارن، همه از اینا ناراضی هستن. اگر جرأتی دارن میشه توضیحی هم بدید که چرا رأیتون این هست؟ چرا؟ به خاطر فقر، بیکاری، بدبختی که جامعه ایران گرفته، مردم به تن فروشی و کل فروشی افتادن. اینا نمیتونن، حکومت هیچ تاریخی بهشون نداره، یه حکومتی با ایدئولوژی اسلامی، با ایدئولوژی دینی، حکومت موفقی داشته باشه. اینا نتونستن تو این 40 سال کارنامه‌شون نشون داده که به هیچ وجهی نمیتونن این مملکت اداره بکنن. آقای رحیمی از ترکیه همراه ما هستن. آقای رحیمی بفرمایید که آیا موافق هستید با برگزاری رفراندوم؟ رأی شما چیه و دلیلتون را هم میشنوید. من بله، با رفراندوم من موافق هستم. رأی من رأی سکولار سلطنته و دلیلش هم مشخصی دیگه، ظلم و جنایت و که جمهوری اسلامی داره انجام.
نظر گیما رو میخونم از اینستاگرام روی خط که کنیم گفته ما در شرایطی میتوانیم رفراندوم برگزار کنیم که به حقوق شهروندی و حقوق مدنیمون آگاهی کامل داشته باشیم، از پلنهای مختلف سیاسی آگاهی داشته باشیم، پتانسیل های مملکتمون رو بشناسیم و بتونیم بسنجیم که با توجه به تمام این آیتم ها حالا چه سبک نظامی میتونه برامون امروزی زیباتر و فردای امتر و محکمتر و لذت بخشتر رو به همراه بیاره. الان اونقدر در انزوا نگه داشته شدیم، اونقدر برچسب اسلام رو پیشونیمون خورده که تبدیل به یک عده آدم سرگشته و بی‌احساس و دردمند شدیم و در این شرایط تنها تشخیص درستمون اینه که دیگه سرطان آخوند و اسلام رو نمیخوایم و این به رفراندوم نیاز نداره. من در کامنت های امروز جا داره اشاره کنم بینندگان بسیار و کاربران بسیاری بودن که بحث مسائل مذهبی و بحث جدایی دین از سیاست رو مطرح کردن، در واقع صدا و تصاویر زیادی هم از طریق تلگرام روی خط دریافت کردن، تلگرام صدای آمریکا. سلام، من همایون جابری هستم. در شرایط فعلی به رفراندوم اعتقادی ندارم. کل رژیم باید سرنگون بشه و بعدش انتخاباتی بشه. واسه اگش دیگه جوابی ندارم، چون اعتقاد دارم این رژیم قابل اصلاح نیست. به تهران بریم. آقای بیات از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای بیات سلام، بفرمایید روی خط هستید. من میخواستم بگم که من با رفراندوم موافقم، اما به نظر من صد بار دیگه از این رفراندوم برگزار شه، چون ملت مسلمانان اگه نمیدونم به چیه رفراندوم میخواد، از لحاظ چیزی اسلامی اینه، بچه مسلمانان اکثرا میخوام بگن من موافقم به شرط اینکه یه ذره اقتصاد درست بشه. نه بریم آقای سیگارچین، من خیلی به شما و دوستتون احترام دارم، من بچه مسلمانم و دوست دارم وضعیت خوب بشه، همین رژیم بمونه منتها وضعیت بهتر از این بشه، چون اینا الان خیلی سخت گرفتن. ملت خوبی هستن. شما پس شما معتقدین که این حکومت خوبه، فقط مشکلات اقتصادی رو کمی بهبود ببخشه؟ من با رفراندوم موافق هستم و اینکه دین با سیاست قاطی شده الان نزدیک به 40 سال تو ایران یکی از معضلات بزرگ اجتماع ماه و من الان 23 ساله تو هامبورگ هستم. بچه های من میگن که بابا ما خیلی ممنونم از اینکه ما رو از اونجا نجات دادید، چون که اونجا همه دروغ میگن، تو خونه یه جورن، بیرون یه جورن، باید تغییر کنه. یه حکومت سکولار بیاد رو کار که هر کسی آزاد باشه برای مذهبش، آزاد باشه برای مسائل شخصی خودش و آزاد بشه مثل گذشته که این امکانات تو ایران بود. سپاسگزارم از شما. این رفراندوم رو من باش موافق هستم، باید انجام بشه، اما مشکلی که هستش این فقط رفراندوم نیستش، فسادهای مالی باید بهش رسیدگی بشه، آقازاده هایی که پولها رو از کشور خارج کردن اونها باید بررسی بشه، پولها باید برگردونده بشه به ایران، حکومت باید یه حکومت سکولار باشه. کامنت دیگری رو بخونم. کاربری با نام بیدار باش نوشته که کاملا موافق برگزاری رفراندوم هستم، برگزاری رفراندوم در هر صورت یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی و با آمدن نظام جدیدی که 100% دینی نخواهد بود، آرام آرام می توانیم مردم را نسبت به دین و اسلام آگاه کرده و واقعیت را به جامعه بازگو کنیم و این یعنی خود برداشتن دین اسلام در نسل‌های آینده به صورت کاملا آگاهانه و اختیاری. بنده به عنوان یک شهروند ایرانی میخواستم عرض کنم که از موافقین برگزاری رفراندوم هستم و میبایست که همانند سابق مردم بتونن حکومت خودشون رو انتخاب بکنن. ما اکنون در قرن 21 زندگی میکنیم، یعنی قرن سرعت و پیشرفت و قرن اینترنت و فضا، بنابراین دیگه حکومت‌های خودکامه و قرون وسطایی برای مردم ما خوشایند نیست و مردم رو راضی نمی‌کنه. اول باید پرسید که آیا اینها این رژیم آخوندی به ما این اجازه رو میدن که ما رفراندوم انجام بدیم؟ دوم اینکه رفراندوم بین چی و چی انجام بشه؟ ما مگر توی ایران احزاب داریم؟ مگر ما حزب دیگه هم داریم جز حزب اللهی که این آخوندها واسمون درست کردند؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ چون خودشون هم میدونن
که 85% مردم ایران خواهان سرنگونی حکومت آخوندی هستند. منم نیز مثل همه این مردم، مثل 85% خواهان سرنگونی حکومت آخوندی هستم، حکومت دیکتاتوری. اول انقلاب من اشتباهی که کردم دارم خودمو شماتت میکنم و لعنت به من گرفتم، آری به این آقایون گفتم. الان 100,000 لعنت به اون که افرادی که آمدن در رأس حکومتم به خاطری که وعده‌هایی که دادن عمل نکردن. من اشتباه کردم گفتم آری، الان میگم آقا رفراندوم باید بشه. این حکومت حکومت الهی نیست که. کی میگه الهیه؟ اگه الهی باشه که معذرتم این ملت به ستو نمی آمدن، اصلا خداوند که نمیدن اینا، اصلا ملت آمدن الان میگن نمیخوام. آقا بنده 100% با رفراندوم موافقم، به شرط اینکه این رفراندوم توسط سازمان‌های بین‌المللی اجرا بشه. بعد آزاد، چرا به این رفراندوم معتقدم؟ برای اینکه باید با این رفراندوم آزادی احزاب به وجود بیاد، جدایی دین از مذهب به وجود بیاد، حذف ولایت فقیه و در نهایت آزادی کل جامعه از دست حکومت و دین. اون زمانی که جمهوری اسلامی آریون نبود، من هنوز سنم به اون اونقدر نبود که بتونم رأی بدم، ولی خوشحالم، افتخار میکنم به پدرم که تنها کسی بود که در تمام فامیل مورد شماتت قرار گرفته بود که به جمهوری اسلامی نگفت. درود به روان پاکش، افتخار میکنم که چنین پدری داشتم. کامنت کاربرها رو بخونم. نسترن گفته که حکومت میدونه که اگر رفراندوم انجام بشه پایانشون نزدیک میشه و واسه همین عمرن این کار رو انجام نمیدن. مریم هم کاربر دیگری است که گفته مردم باید آگاهی سیاسی داشته باشن تا حکومت آینده رو تعیین کنن و این در صورت امکان پذیره که شرایط و بستر مناسب فراهم بشه، یعنی آزادی بیان برای هر حزب و گروه و اپوزیسیونی وجود داشته باشه. تا زمانی که این رژیم وجود داره امکان هیچ تغییری وجود نداره، بنابراین اول رفراندوم، نه به جمهوری اسلامی، بعد در کمال آزادی و امنیت آگاهی دادن به جامعه میتونه موثر باشه. بذارید به مشهد بریم. کاربر بیننده دیگری آقای محمد از طریق اسکایپ همراه ما هستن. من قبلش جلوی از تسلیت بگم به خانواده های قمبری و ایلری کوچه شدگان اعتراضات اخیر. ما با رفراندوم در جمهوری اسلامی کاملا موافقیم، ولی به شرطی که بهتر بشه قانون اساسی و پیشنویس و قانون اساسی قبلش به دید عموم برسه. مثل سال 58 نباشه که همه چی بسته باشه، قانون اساسی بسته باشه، بعدم به رأی گذاشته بشه و هیچ ما نفهمیم چی شده. بله. با درود بر شما و خسته نباشید. نه، من با رفراندوم موافق نیستم، چون ملت ایران هنوز الان این نیم ساعتی که برنامه شما رو گوش کردم به اون نتیجه نرسیدن. فقط جمهوری اسلامی باید برکنار بشه. الان بابا اومده میگه ما دین داریم. دین چیه؟ دین اصلا باید ما یه کشور سکولار داشته باشیم مثل زمان محمد رضا شاه پهلوی. البته آیا آزاد، این رو اکثر بیننده ها هم در این مسئله اشاره کردن. بله، اما درسته که ما کاستی هایی هم بود، تو همه کشور هم کاستی هست، اما به این صورت دیگه نبود که. پس بنابراین شعور ملت ما هنوز به اونجا نرسیده، باید این رژیم برافکنده بشه. آزاد یه لحظه بذار اینجا، یه لحظه با هم استاپ کنیم. یه لحظه، ما در مورد شعور ملت صحبت نمی کنیم. شما به عنوان یک شهروند در این برنامه حاضر شدید، حالا در ایران رفراندوم نمیزن، ما حداقل این فضا رو تونستیم برای این یک ساعت در نظر بگیم که رأی هر شهروند از هر کجای دنیا که میخواد باشه، به صرف اینکه ایرانی هست رو بپرسیم. در مورد خودتون، رأیتون و اینکه چه فکر میکنید ما حتما میشنویم. من مخالف سختم و جمهوری اسلامی رو نابودیش میخوام. همین. متشکرم، مرسی. با درود خدمت شما. با رفراندوم موافقم. من به این ادامه جمهوری اسلامی رأی نمیدم و دلیلش هم پر واضحه. این که بالاخره نسلی که الان هستن و نسلی که حالا انقلاب 57 بودن دیگه تموم شدن، ولی این نسل این حکومت رو نمیخواد، سلیقش چیزی دیگه یه. نتونسته شعارهایی که از ابتدای انقلاب و از ابتدا بر سر کار اومده، نتونسته اونها رو جامعه عمل بکشونه و این که اونها تنها فقط و فقط میخواسته ملت ایران و جامعه جهانی رو گول بزنه. در وره اول بر کناری حکومت، در وره دوم رفراندوم. من میخواستم بگم که رفراندوم توی تمام دنیا، توی تمام حکومت ها از ما قبل تاریخ تا به حال و آینده باید باشه. چرا؟ چون
مردمی که در اون حال دارن زندگی میکنن باید تصمیم بگیرن، نه مردم گذشته، نه مردم آینده. مردم ما به همین ترتیبه، این تصمیم گیری باید روی کاغذ سنددار، نه به این خوشون کشی های خیابونی یکی بیاد اعتراض کنه اون یکی بیاد بگه من اونو محکوم کردم، این شکلی نمیشه. آقای پیمان، خوشون کشی نیست در هر جامعه زنده و شادا و سر جامعه‌ای که سلامت داشته باشه، این حق طبیعی مردم، احزاب، گروه های مختلفه که به مشکلاتی که در ارتباط با مسائل اونها وجود داره اعتراض کنن. باید منجر به رفراندوم بشه دیگه که روی کاغذ مشخص شه چند به چنده، درسته؟ خب آیا اجازه چنین چیزی در ایران داده میشه؟ خب اجازهش متاسفانه نیست. به نظر من در شرایط فعلی امکان برگزاری رفراندوم خیلی بعیده، ولی از طرف دیگه طرح این خواسته جامعه باعث به چالش کشیده شدن پایه های این دیکتاتوری خواهد شد و من تقاضا دارم از همه مردم که در فضای مجازی هم حتی اگه میتونن این خواسته رو بیان کنن. در کشوری مثل ایران اگر قرار باشه انتخاباتی صورت بگیره و یا رفراندوم و یا به هر شکلی که با رأی مردم بخواد تصمیمی گرفته بشه، باید خیلی اهمیت داره که چه کسانی مجوز رأی دادن داشته باشن، یعنی اینکه به گونه ای نباشه که همه بتونن رأی بدن، ولی رفراندومی که عده خاصی بتونن رأی بدن و غیر از محدودیت سنی، محدودیت سواد و تحصیلات بسیار اهمیت داره به نظر من. من خودم شخصا فکر میکنم که رأی دادن باید برای بالای 25 سال باشه، مثلا بین 25 سال تا 40 سال حداقل مدرک دیپلم رو داشته باشن، سن 40 سال به بالا حداقل مدرک سیکل رو داشته باشن. فرشاد با اشاره به بحث حضور مردم در انتخابات گفته که وقتی 40 میلیون میان رأی میدن دیگه احتیاجی به رفراندوم نیست، بحثی که حکومت هم در هر انتخاباتی روش خیلی مانوف میده. اما مریم گفته که مسلما برگزاری رفراندوم توسط خود رژیم بیشتر شبیه جوک هستش، منم همانند شما آرزومندم مردم هوشیار و آگاه باشن تا تاریخ دوباره تکرار نشه. آقای خانساری هم در اینستاگرام برای ما نوشته که آقای خامنه‌ای در حقیقت مسئول اعتراضات خیابانی شما هستی، چرا که با داشتن قدرت مطلق در قانون اساسی و برنامه‌ریزی کل نظام مستقیما سرنوشت ما مردم را تعیین می‌کنید و شما هیچ راه قانونی جهت تغییر خودتان و قانون اساسی برای مردم نگذاشته اید. کاربر دیگری هم گفته که رفراندوم ضرری نداره که اگر جمهوری اسلامی آنطور که ادعا میکند پایگاه مردمی دارد و مردمی است رأی میآورد، اگر نه رأی مردم مشخص میشود. من در ایران از همه جا درود به روح پرفتوه رضا شاه کبیر میفرستم، پدر ایران نوین و شاهزاده رضا پهلوی، و از پیام اولیا حضرت ملکه مادر برای مردم و بانوان ایران تشکر میکنم. و رفراندوم به عنوان یک نیاز واجب هستش در جامعه فعلی ایران و باید حتما هم انجام بشه. من موافق رفراندوم هستم و این علاوه خاص مردم ایران هم هستش، در این مدت نشون دادن که خواستشون رفراندوم هستش و تغییر اوضاع. خب کاروین، شما چرا به این تغییر رأی میدید؟ میتونیم دلیل شما رو بشنویم؟ ببینید، به این دلیل من موضوع رفراندوم رو رأی میدم، به این دلیل که نیازه و باید تغییر بکنه، به این دلیل که اگه رفراندوم بشه خیلی از آزادی ها برمیگرده، خیلی از صحبت هایی که دیگه نیست زده خواهد شد و این باید انجام بشه و حتما هم انجام خواهد شد، اونطوری که قانون اساسی در اصل 136 آورده که حق رفراندوم داده، حتما این لزومش هست. به علاوه اینکه این خواست مردم هست، چه در دهه 60 چه در دهه 80 چه در همین هفته های اخیر، همین رو میخواستن و شعارشون فقط رفراندوم بود و به نفعشونه که تغییرات رو در درون حکومت انجام بدن، چون برچیدن یک حکومت ایدئولوژی که فعلی مثل جمهوری اسلامی ایران عواقب وحشتناکی خواهد داشت. پس بنابراین رفراندوم میتونه یک گزینه خیلی خوب برای پیشرفت جامعه باشه و خواست و تحقق خواست مردم و با حفظ و نظارت تمامی سازمان های بین المللی باشه، در ایران باید برگزار بشه چون لزومش هست. اما یک نکته آقای سیگارچی عزیز، این که باید در نظر بگیریم رفراندومی که به زودی اگر بخوان انجام بدن خیلی فرق خواهد کرد با سال 57. به چه علت؟ چون که خیلی از آحاد مردم 90 خورده‌ای درصدی که رأی مثبت دادن به جمهوری اسلامی ایران دیگه رأی نخواهند داد. خاطره نوشته که من موافق رفراندومی هستم که اصیل و صادق باشه و هیچ تقلبی در آن صورت نگیره. این رفراندوم صادقانه را از طرف اکثریت هر چه باشد، حتی اگر
خلاف عقیده من باشد هم میپذیرم، وگرنه به رفراندوم فرمایشی به هیچ عنوان رأی نخواهم داد و حکومت دموکراسی با اندیشه آزاد و تأمین اجتماعی برای همه اقشار مردم. خیلی ها در این مورد هم اشاره کردم به اینکه اگر قرار باشه رفراندومی هم وجود داشته باشه، اگر این رژیم بخواد انجام بده، طبیعتا برای اونها قابل پذیرش نیست و باید با در واقع نظارت نهادهای حقوق بشری و سازمانهای جهانی باشه که حکومت اون چیزی که به زعم نوشته کاربران بوده سابقه خوبی در زمینه برقراری برگزاری انتخابات ها نداشته. بریم فایل صوتی دیگری رو که از تلگرام دریافت کردیم با هم بشنویم و برمیگردیم به تلفن ها. من موافق رفراندوم هستم، ولی نه در این رژیم. در رژیم اسلامی اون رفراندوم قابل قبول نیستش، چون میدونیم که همیشه تقلب تو این انتخاباتی که انجام میشه انجام میگیره. رفراندوم در قالب جمهوری اسلامی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و صلاح جامعه ایرانی نیست. این رژیم بارها ثابت کرده که میتونه آرا را به نفع خودش جمع‌آوری یا مهندسی کنه یا تقلب در برگه‌های تعرفه بکنه، نوشتن دستی تعرفه‌ها و و و خیلی کارهای دیگه‌ای که هممون شاهد بودیم تو این دوران 40 ساله. نظر بنده و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بعد در فضای آزاد برگزاری رفراندوم با آحاد جامعه ایرانی در فضای آزاد و به دور از تقلب. آیا سیگار چیه؟ اگه تو ایران رفراندوم هم برگزار بشه، بعد از انقلاب حدود بیش از 40 بار انتخابات صورت گرفته، بالای 70-80% مردم هم تو انتخابات شرکت کردن. حضور مردم در انتخابات دلیل بر اینه که مهر تایید میزنن به نظام، یعنی اسلام رو تایید میکنن. و اگه انتخاب رفراندوم هم برگزار بشه، بنده خودم فقط به اسلام رأی میدم. که بذار یه ویدیو ببینید. در ارتباط با این ویدیو من از شما سوالی بپرسم، چون شما اشاره میکنید که مردم چون تو انتخابات شرکت میکنن تایید میکنن این نظام رو. این ویدیو رو با هم ببینیم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. بله. آی سفر، میشه بر ما بفرمایید که در طی نزدیک به 40 سال گذشته از سر کار آمدن جمهوری اسلامی در چه زمینه‌ای این حکومت عملکرد مثبتی داشته که شما این صحبت رو میفرمایید؟ آی سیگارچی، من کاری به حکومت ندارم، به مسئولین ندارم. من مسلمانم، اکثریت، یعنی با اکثریت مردم ایران مسلمانم، ما دین اسلام رو دوست داریم. آقای سفر، میدونید خواسته مردم در زمینه دین چیه؟ شاید بعضی از مردم مثلا مشکل مالی داشته باشن از دین زده. نه آقای سفر، باور کنید اینطور نیست. این چیزیه که صبح تا شب جمهوری اسلامی در رسانه هاش میگه. مردم میگن دین وجود داشته باشه، ولی هر کس در خونه خودش، در چارچوب آن چیزی که مربوط به مسئله شخصیشه. این که به اسم دین حکومت کنیم و در واقع بر مردم ریاست کنیم نباشه، وگرنه در همه جای دنیا هر فردی با هر عقیده‌ای داره زندگیش رو میکنه، کسی به دین کسی کار نداره. که آقای سفر، بله، اینا چه از دین، از اسلام سو استفاده میکنن برای مقاصد شخصیشون، برای مقامشون، برای پوزشون، اینا مسئله شون جداست. ولی من صرفاً به غیر از دین اسلام هیچ دینی را انتخاب نمیکنم. مطمئن باشه در اون چارچوبه که مردم ایران هم مد نظرشون، آقای سفر، هیچ فردی به دین هیچ فردی دیگری در اون رویای ایران آزاد، هیچ فردی ملزم به این نیست که حتما دین خاصی رو داشته باشه. اون چیزی که امروز میبینیم که زرتشتی، بهایی، مسیحی و خیلی دیگه از ادیان هر کدام محدودیت‌هایی دارن. سنی‌ها که حتی مسلمان هم هستن از حق و حقوق خودشون، از خیلی از حقوقشون محروم هستن. صحبت از اینه که در جامعه‌ای که هر کسی به رغم اینکه چه مذهبی داره، از کجا اومده، چه اقلیتی هستش، همه به عنوان انسان از حقوق مشابه برخوردار باشن. سپاسگزارم از شما آقای سفر، من ممنونم که همراه ما بودید. بذارید به تهران بریم. آقای امینی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای امینی سلام، بفرمایید روی خط هستید.
خمینی که آقای سیاسی یک تا ده و بلد نبود بشماره، متاسفانه دین رو آورد تو سیاست، زور چپونی مردم رو بدبخت کرد. آقای امینی از صداتون مشخص، شما مثل من جوانی، بذار به امروز برسیم. خمینی اومد و رفت و تموم شد، 40 سال گذشت. امروز شما رأیتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ دنبال چی هستی؟ خواستتون چیه؟ من با رفراندوم موافقم به این شرط که حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، به این شرط که ولایت فقیه نداشته باشیم. جناب سیاسی، رفراندوم موافقم که اقتصادمون پیشرفت کنه. آیا در ایران آینده‌ای که شما به عنوان یک جوان مد نظرتون، آیا دین افراد مشکلی براش پیش میاد؟ یکی از بینندگان های سفر که مخالف این مسئله بودن دغدغه داشتن که در ایرانی که تغییر کنه دغدغه دینشون رو داشتن. آیا در ایرانی آزاد مشکلی هست برای اینکه فردی بهایی باشه، مسلمان سنی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه یا از سایر ادیان؟ درست، حرف شما درسته، ولی من ایرانی رو میخوام که یهودی و زرتشتی و به قول معروف بهایی همه با هم صلح، به قول معروف با هم باشیم، نه اینکه یکی مثلا میگه بهاییان اینا خوب نیستن، یکی میگه زرتشتی. شما اون سپنتا نیکنامو نگاه کنید، مردم انتخابشون کرده ولی یه عده ولایت فقیه مخاشون کپک زده، میان این چیزاشونو مثلا رأی مردم به رأی مردم بی احترامی میکنن. ممنون از شما آقای امینی. وقتی که معلوم نیستش که کدوم نهاد میخواد این رفراندوم رو برگزار بکنه، امنیت این رفراندوم به چه صورت برگزار میشه، چطور میشه اطمینان کرد به نتیجه این رفراندوم و اینکه سلامت برگزار میشه، این یه جنبه از بحثشه. و بحث دیگه بر سر اینه که بین چی میخواد رفراندوم برگزار بشه. الان صدای ملت ایران به صورت واحد اعلام میکنه که جمهوری اسلامی ایران رو به هر شکلی نمیخواد. من موافق رفراندوم هستم، ولی مثل زمان شاه و کاری که شاه با مردم کرد و نشون داد و اثبات کرد که مردم ایران را دوست داره، به همین دلیل دست به کشتار نزد. خواهش مندم خودش برگزاری رفراندوم رو به سرانجام برسونه. بله، دو نظر از تلگرام بخونم براتون. الهام نوشته که ما نیاز به اجرای رفراندوم همانند ایالت کاتالونیا در اسپانیا داریم که بی اعتنا به حاکمیت خود انجام دادن. این روش مسالمت آمیز رژیم را کنار زده و به انزوای جهانی میکشاند، از طریق اینترنت و تشکیل دولتی موقت در خارج از کشور. رضا هم از کرج نوشته که در این وضع حال حاضر رفراندوم باید صورت بگیرد و وضعیت ایران مشخص شود. نه من بلکه 90% ایرانی ها موافق رفراندوم هستیم و رأی من در رفراندوم آری، آزادی و دموکراسی هستش. و برگردیم به تلفن ها. آقای سعید از طریق تلفن هم به ما هستن. با رفراندوم موافقم و دلیلم هم اینه که با توجه به اوضاع حال حاضر مملکتمون و این مشکلاتی که پیش اومده و نظر مردم، شرط در ارتباط با این رفراندوم و از همه مهمتر اینه که سازمان ها و نهادهای بین المللی نظارت داشته باشن و تایید بکنن نتیجه این رفراندوم. این آرزوی ملت ماست که حتما باید رفراندوم باشه، ولی یه مطلب خیلی مهمی هستش که باید در نظر گرفته باشه که با وجود جمهوری اسلامی سر قدرت این غیر ممکنه. حتی اگر بازرسان سازمان ملل هم نظارت داشته باشن، باز اینا میتونن تقلب بکنن. مگه تو رأی‌گیری خودشون تو رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس اینا صندوق عوض نمی کنن؟ اینا حتی سر خدا و شیطان هم کلاه میذارن. این غیر ممکنه با وجود جمهوری اسلامی این رفراندوم سالم برقرار بشه. ممنون از شما، درود بر ملت ایران. من خواستم بگم که اصلا این سوالیه که
بسیار بدیهیه، چون اگر سال 76 ما خاتمی رو در مقابل ناطق نوری انتخاب کردیم، اگه سال 84 احمدی نژاد رو در مقابل رفسنجانی انتخاب کردیم، و سال 95 آقای روحانی رو در مقابل رئیسی انتخاب کردیم، این خودش شرکت در رفراندومی بوده و ما با رأی چند میلیونی، بالای 20 میلیون، با اون فشاری که روی مردم بود نشون دادیم که به جمهوری اسلامی نگفتیم. وگرنه ما نه به آقای خاتمی علاقه داشتیم، نه به آقای احمدی نژاد علاقه داشتیم، و نه آقای روحانی، و حتی اینها رو نمیشناختیم. این بود که ما فقط خواستیم نبگیم به جمهوری اسلامی و نظام. و من یه خواهش دیگه ای دارم از سازمان‌های بین المللی، اینه که سازمان های بین المللی از دور محکوم کنن تقلب های که منجر میشه به انتخاباتی که تو ایران انجام میشه. حالا اینی که محکوم کنن. شکیبا عرض کردن آیه سفر یکی از بینندهایی بود که تقریبا با در واقع رفراندوم مخالف بود، به این دلیل که اسلام خیلی براشون مهم بود. اگه فردا اگه حکومت ایران تغییر کنه، آیا کسی به فردی که مثلا مسلمان شیعه است کاری داره واقعا؟ نه، اصلا ارتباطی به اسلام نداره این داستان، ارتباط به یک رژیم دیکتاتوری داره که در هر جای دنیا محکومه. اصلا این قاطی کردن این مسئله بسیار به نظر من خیلی ساده لوحانه است، و این کاری بود که اینا کردن با ما، اسلام رو قاطی کردن و از همون اسلام دارن سوء استفاده میکنن. ما اصلا با این مسئله مواجه نیستیم که اسلام رو انتخاب کنیم یا مسیحی رو، نه، ما با این رژیم دیکتاتوری مخالفیم که صدای مردم رو به جایی نمیرسونه. و از سازمان‌های بین‌المللی انتظار داریم که یک رفراندوم مجازی تشکیل بدن، و وقتی که به حد نصاب رسید رژیم جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسیم. رفراندوم در اسمش خب برای کشورهایی است که صاحب دموکراسی هستن، نه برای کشوری مثل ایران. من موافق هستم، ولی نه برای کشوری مثل ایران که زیر سلطه نظامی ها هست. چطور میشه گذر کرد همین اگر این بنبست وجود داره؟ این بنبست رو فقط با این بقول معروف شه، با از همون موقعی که ما خودمونم بقول معروف از جان گذشتگی کردیم و رفتیم انقلاب کردیم، الان هم دست جووناست که بتونن که این رژیم رو تقریبا ساقطش بکنن. اگر نه همین جوریست، این رفراندوم اصلا غیر ممکنه تو ایران برگزار شه. شما حساب بکنید این هفته پیش اینا گفتن آقا جون مطالبات مردم به حق مردم، همین که مردم خودشون آوردن توی خیابون گفتن آقا در مقابل اغتشاشگرا، دیگه اسم اصلا مطالبات نمیوردن، اینا همین گفتن آقا اینا اغتشاشگر بودن و زدن شیشه چکوندن. اینا کیا شیشه چکوندن؟ خب خود اینا میفرستن تو اونا. خب مردم بس تو این انقلابات حواسشون جمع باشه که بگن آقا چون اینی که داره میاد خودشون تحویل نیروی انتظامی بدن، بگیرنش همون وسط، بگیرنش. این خودش یه نوع مبارزه است. ممنون از تو حمید که همراه ما بودی. بزن به اصفهان بریم. البته من موافق رفراندومم، اما اختشاشات، یعنی از نظر اینا اختشاشات قیام مردم ایران تا هم سال 95 که سال 88 به ما نشون داد که اگه ما یه رهبری نداشته باشیم و واقعا حساب شده نرسیم تو خیابونا، کاری پیش نمیبریم. واقعیت اینه که ما در حد توانمون این یک ساعت فرصتی که داشتیم یه جور رفراندوم نظرسنجی رفراندوم بود که مردم خودشون زنده بتونن. من موافق رفراندومم آقای سیگارچی، من حرفم اینه، منم موافق رفراندومم، من موافق اینم که یه مملکت آزاد داشته باشم، و با حرف خانم شکیبا که از آمریکا تماس گرفته بودم موافقم. ببینید چرا ما خاتمی و احمدی نژاد و نمیدونم اینا روحانی انتخاب کردیم؟ به خاطر که رهبر ایران پشتی آقای ناطق نوری، آقای هاشمی و آقای نمیدونم رئیسی بود، و واقعا مردم با رأیشون نشون دادن که چیزی که رهبر میخواد اونا نمیخوان. من حرفم اینه، ما اصلا ببینیم دین از سیاست جداست. دین چیزی که شکست خورده تو سیاست، دین فقط کارش دینداریه. ببین الان تمام مردم ایران از اسلام و از خدا پیغمبر زده شدن. چرا؟ چون این آقایون فقط به نام دین دارن هر جنایتی که دلشون میخواد میکنن. البته که من با رفراندوم موافقم. ممنون از تو سر. معذرت میخوام، اول خدمت این خانواده شهدای اخیر تسلیت عرض میکنم. عذر میخوام ازتون، ببخشید. با رفراندوم موافق ما به سیگارچی
رفراندومی که سلطنت با رفراندوم سلطنت فقط با سلطنت رفراندومی که آخوند جماعت در کار نباشه. بله ممنون از شما آقای مهدی. آقای مهدی موافق بودم و در واقع حکومت بعدی رو هم سلطنت مد نظرشون بود. رفراندوم یه امنیت اجتماعی و سیاسی احتیاج داره، این رو باید برقرار کرد. مردم بدون ترس و وحشت بتونن برن نظر خودشون رو آن چیزی که سوال می شود از بدن. اما متاسفانه این در شرایط فعلی و حتی بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هم نمیشه مردم رو به اون شکل آماده بکنیم که بتونیم در یک مورد آمادگی ذهنی بدون ترس و وحشت و ارعاب این نظر خودشون رو بدن. اما بعضی از هموطنان عزیز ما میان راجب باورهای دینی خودشون صحبت میدن. رفراندوم هیچ گونه تأثیری روی باورهای دینی هیچ کس نداره. باورهای دینی هر کس شخصی است و هر کس میتونه هر دین و هر باوری برای خودش داشته باشه. رفراندوم برای حفاظت تمامیت ارضی ایران و تحاکمیت ملی ایرانه که اون هم دیدگاه‌های خودش رو میتونه ارضای بده. رفراندوم میتونه یک تایید یک قانون اساسی باشه، رفراندوم میتونه یک نظریه یک نظام جدید آینده باشه. ولی من اگر میخوام نظام آینده و یک قانون اساسی آینده رفراندوم شرکت کنم، بله شرکت میکنم و به نظام آینده ایران حتما نظام پادشاهی پارلمانی خواهم داشت. کامنتش رو میخونم، میگه در نظام دیکتاتوری رفراندوم معنی نداره و اگر ما بخوایم رفراندوم در کشور برگزار کنیم اول باید نظام دیکتاتوری رو از سر راهمان برداریم تا بتوانیم به رفراندوم آزاد دسترسی پیدا کنیم. برنامه امروز با موضوع رفراندوم در ایران به پایان رسید و البته مردمی که کماکان برای تغییر در خیابان‌ها میآیند و بازداشت میشن، سرکوب میشن و البته برخی جونشون رو هم از دست میدن. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و موضوعات پیشنهادتون رو برای ما حتما بفرستید تا بتونید در اون ارتباط هم برنامه‌ای داشته باشید. پس من تا هفته دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.